امسال هم البته به روال سالهای گذشته جشن کمیسیون نوروز تو واشنگتن برگزار شد و این کمیسیون متشکل از نمایندگان کشورهایی که نوروز رو با هم جشن میگیرن. در مهمانی نوروزی این کمیسیون دیپلمات‌ها، مهمانای بلندپایه و هنرمندان و نوازندگان شرکت کرده بودند که هر کدومشون از سنت کشور خودشون صحبت کردن رو و اون رو به نمایش گذاشتن. از شما دعوت میکنم که این گزارش رو با هم ببینیم. ساختمان اندرو ملان، واشنگتن، کمیسیون نوروز. سفرا، هنرمندان و رقصنده های 17 کشور و ملیت مختلف چهارمین سال کمیسیون نوروز رو کنار هم جشن گرفتند. اما این هدف اصلی گرد همایی نبود. کمیسیون نوروز در سال گذشته سه برنامه مشخص داشته که این برنامه ها عبارت از برنامه قهرمان که ما تشویق میکنیم مردم رو که در امر خیر و نیکوکاری با هم مسابقه بدن در حقیقت و برنده بشن. امیدواریم که این برنامه رو به همه جای دنیا گسترش بدیم. مسابقه ای که شرکت کننده هاش برای نیکوکاری از هم سبقت میگیرن. برنامه دوم هدیه زندگی اسمش هست و بچه هایی رو که در فامیل های فقیر زندگی میکنن، بیماری قلبی دارن، بیماری های ریوی دارن، احتیاج به عمل جراحی دارن، ما سعی میکنیم که منابع لازم رو فراهم بکنیم و در سال گذشته 10 تا از این بچه ها رو عمل قلب باز انجام دادیم که کوچکترینشون، جوانترینش 18 ماهش بود. و برنامه سوم ما برنامه است که در ارتباط با دانشجویان ممتاز و کسانی است که این آمادگی رو دارن که بتوانند که به موقعیت‌های بسیار بالا دست پیدا بکنن، شرایط فراهم می‌کنیم که اینا در کارهای مختلف دولتی و حتی بخش خصوصی مشغول بشن. و برنامه چهارم که امسال شروع خواهد شد برنامه است که امیدواریم که از طریق سازمان‌هایی که در اینجا فعالیت می‌کنن بتوانیم که به سازمان‌هایی که در ایران به کودکان سرطانی کمک میکنن ما هم حمایت بکنیم و این کمک رو ادامه بدیم. هنرمندا هم با هنرشون سعی میکنن تا قدمی در این امر خیر بردارن. من سال گذشته یکی از نقاشیامو به نوروز کمیسیون هدیه کرده بودم و از محل فروش اون 10 تا بچه رو از افغانستان به فرانسه بردن و جراحی عمل قلب باز کردن و این انقدر به من ذوق و شوق داد که امسال با خوشی هرچی بیشتر یکی نقاشی دیگه‌مو که یکی از زیباترین کارهای من هست به اسم قدرت عشق هدیه کردم و شنیدم امسال بچه‌های ایران از این نتیجه این نقاشی بهره‌مند خواهند شد. مخارج این کارهای انسان دوستانه از طریق کمک‌های داوطلبان جمع‌آوری میشه. این آثار اهدایی هم به همین منظور اینجا به حراج گذاشته شده و شرکت کننده ها با خریدشون به نوعی در این امر خیر سهیم میشن. اما علاوه بر همه هدف‌های خیر کمیسیون نوروز، این مراسم بهانه خوبی برای نزدیک کردن فرهنگ‌ها با موسیقی و رقص و آواز. از رقص ترکی گرفته تا آواز قرقیزی، از موسیقی آذربایجانی گرفته تا رقص ایرانی، شبی که با هدف همدلی، همزبانی هم به همراه داشت. من نوروز به تمام هموطنانم در داخل ایران و در خارج ایران تبریک میگم. من این عید سعید رو به تمام ایرانیان و تمام مملکتهایی که این نوروز جشن میگیرن تبریک عرض میکنم. نوروزتون پیروز. همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، نوروز مبارک.
امیدوارم که سالی پر از شادی، سلامتی و آزادی برای همه مردم باشه. به بونه حتنی نوروز و نوی بونوی سری سال پیروز بایی چی گرم لهمو آنه دکم که نوروز پیروز دکن و به تایبتی لکرد و کردستان. زرستان. نوروز به همه مبارک باشه. نوروز مایرام نار کتو باشه.